بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. باز هم خوش آمدین به ادامه درس ها، جلسه 11 هم، پروگرام اکسل، پکیج آفیس. خب بریم پروگرام خود را ما باز میکنیم. امروز از تب دیتا، قسمت کنسولیدیت، از تب کنسولیدیت شروع میکنیم. خب تب کنسولیدیت به خاطر تب کنسولیدیت خود ما میم یک تیبل دیگه اضافه آماده میکنیم در اینجا. خب بریم یه مگ رنگ هم برش میدیم کم بزرگتر بهتر شوه. این تیبل را که ما نیاز داشتیم آماده شد، این قسمت تیبل خود را آماده کردیم و این تیبل جدول کارمندایی است که کار کرده و ما میخواییم ماهش ما چندین ماه اینا کار کرده و اینا رو ما میخواییم که دانه به دانه معاشهاشان را چی کنیم؟ حساب کنیم. جدول معاشات رو که ما آمدیم مخواستیم آماده بکنیم آماده شد و حال ایر میم که تطبیق بکنیم. ببینین چند تا شیت دیگه ما اضافه میکنیم در این قسمت و میخوایم این همه جدول دوباره به اینا چی شود؟ کپی شود. این بخش ها رو انتخاب کرده و به یاد دارم که ما از قسمت فیلم می آمدیم و کراس ورکشیت و از اینجا چی میکنیم؟ خب قبل از این ما باید انتخاب باید بکنیم قسمت رو که ما میخوایم کپی شود، انتخاب میکنیم و بعد از اون میایم قسمت فیل اکراس ورکشیت و آل. و حال طوری که میبینید همین جدول چی شد؟ کاپی شده، کلشان آمده کاپی شده. خب میایین از اینجا ماه اول شخصی رو دوم جور میکنیم، ایشا سوم جور میکنیم، و ای بخش را چهارم جور میکنیم. و یک شیت دیگه هم نیاز داریم به خاطر اینکه ما جدول تمام ماش ها رو باید جمع بکنیم. یک این در این قسمت میگیریم نیمشان را، لس نیمشان را نیاز داریم و چی توتال سالریشان که در چند ماه چقدر شده ماش هایشان توتال سالری. و حالی میریم نام ها را از همه شیت کاپی میگیریم. فقط قسمت توتال سالری شانه که میخوایم حساب بکنیم
خاطر حساب کردن که قسمت توتال سلیشون از ما میمون دیگه، از کنسولیدیت کار میگیریم. خب تعویض دیتا قسمت کنسولیدیت این رو باز میکنین و این بخش میای به ما. اولین چیزی گفته رفرنسی. خب قبل از این باید فانکشنش باید معرفی بکنید که چیکار باید بکنه. کاونت میکنی، سم میکنی، اوریجشون حساب میکنی، ماکسیممشون رو میگیری یا مینیممشون رو میگیری. این تپ ها رو دارم. خب ما میگیم تپ سم رو انجام بده به ما. رفرنسی رو میرین انتخاب میکنین از این قسمت، قسمت توتال سالری ای بخش انتخابش. همه که انتخاب کردین بخش باز میگین چی اد و ای بخش اضافه شد. باز میگیم بخش بعدی، تایپ بعدی هم که اومدیم همه قسمت، چون او در او بخش هم همه حجرات انتخاب شده بود، همه قسمت به طور خودکار انتخاب شد و ای را میگیم چی اد. به همین ترتیب کلشان رو میگین اد، همگیشان اد شد. و حال میم در تب هشتم، تب هشتم در این قسمت میین تب هشتم که نتایج کلی مار بر ما نشان میده و ایر میگین چی اوکی. و حال سعی کنین تمام او بخش ها 4 ماهه که بود تمامشان در این قسمت جمع شد که حمید جمالی در 4 ماهشان 4 ماهش 4 ماهشان اینقدر شده، از هر کس جدا جدا به این صورت آمد حساب شد. این کار را شما میتونید با کنسولیدیت انجام بدین و این مثال های مختلفی در نظر بگیرید، نه تنها که فقط به خاطر این حساب شود، به خاطر ماش های خیلی ماش مثال های دیگه ای شما میتونید به این بخش چی بگیرین در نظر بگیرین. خب فقط قسمت منیج دیتا مدل، منیج دیتا مدل رو ما در اینجا کار کردن نمیتونیم، چون دیتا همه دیتا بیس ما باید با دیتا بیس های بزرگتر مثل مای اس کیو ال یا اس کیو ال سرور اینا در ریلیشنشیپ یا ارتباط داشته باشه که او وقت ما می مدل هایشان بررسی میکنیم. خب بخش بعدی واتیف انالایزیس هست، فورکست شیت هست و گروپ آن گروپ و چی سب 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 توتال. به خاطر این ما میمک شیت دیگه میگیریم و در این قسمت میگیم گود بعد که چی باشه معنی تعدادشان. در این قسمت ما میاییم نامهایشان رو بنویسیم، مثلا بوک باشه، نوت بوک باشه، پن باشه، رابر باشه. این بخش ها رو از این قسمت میگیریم. تعدادشان را ما گرفتیم و این قسمت بیاییم کمی بوک ها اینا رو ما باید سورت بکنیم. سورت را از کدام قسمت انجام میدهیم که بوک ها باید در یک ردیف نوشته شود، کتاب ها پین در یک ردیف باید باشه، رابر در یک ردیف باشه، هر کدامشان با اون ردیفش جدا باشه. خب میایم از قسمت سورت میگیم ای تو زید به ما چی کو سورت کو. خب این بخش ها آمد به ما چی شد سورت شد. و حال شما من چی کار میکنین از این قسمت سب توتال. سب توتال چیکار میکنه؟ و ما در این قسمت اگه ما کلیک بکنیم این بخش رو ما میگیریم و از این قسمت میگیم چی رو با ما حساب بکنه، سب توتال رو با ما حساب بکنه. خب در روی سب توتال که کلیک میکنیم، سعی کنیم سب توتال رو که کلیک میکنیم در این قسمت به ما در اینجا فانکشنش به ما میگه که خب جمع کنه کدام قسمت رو بیا جمع کنه، تعداد گودز یا منی. خودش به طور پیش فرض ای را میفهمه که بخش اعداد یا یعنی بخشی که میخوای جمع شه و کدام قسمت ها. خب قسمت منی هست که تعدادشان میگین اوکی. و حال سعی کنین با ما چی شد هر کتاب ها تعدادشان جدا با ما سب توتالشان حساب شد، کتابچه ها به می صورت کلشان به می صورت چی شد سب توتالشان آمد دانه دانه حساب شد. و در این قسمت، قسمت گروپ و آن گروپ را اگر متوجه شده باشین در این قسمت میبینید اینا با ما چی شد گروپ هم شد.
یعنی خاصیت مینیمایزی رو هم در این قسمت به ما داره که اگه این قسمت ما بیم فقط بوک رو ببینیم، تعداد کتاب ها رو ببینیم، به ما می نشان میده. و از اینجا اگه خواستین ببینین شما باز هم اینا رو گروپ کرده میتونین کلشان ها. آل کلشان چی شده؟ یک گروپ هست. در این قسمت کلیک بکنین، کلشان آمده با ما یک گروپ شده که از اینجا باز شما میتونید که همین قسم بخش های را کال انتخاب کردین، مثلا بخش پین را میتونید که از اینجا بگین چی آن گروپ. پس با ما چی میکنه؟ آن گروپ میکنه. و این دو تا علامه که در اینجا میبینین مثبت و منفی کار این بخش را میکنه. سعی کنین در این قسمت کلیک میکنیم با ما این کار را با ما میه انجام میتن. و چیزی دیگه ای که در اینجا گفته what if analysis. what if analysis به خاطر سناریو جور کردن یا به خاطر بعضی خلاصه سازی جور کردن چی میشه؟ از این قسمت ما استفاده میکنیم. به چی صورت؟ مثلا ما میاییم یک بخش حساب میکنیم، میگیم که در این قسمت باشه name باشه، در اینجا میگیریم goodsش و در این قسمت هم میگیریم پرایسش و در این قسمت هم میگیریم که قسمت را منی میگیریم و در این قسمت هم میگیم که چی؟ توتال. توتال پرایسش هم میگیریم. در اینجا بخش هایی را که میگیریم مثلا بخش کیبورد، ماوس و دیگه اسکرین، این بخش ها رو میگیریم و قسمت توتال پرایسش هم که میفهمین که باید در این قسمت باید یک فرمول را راه اندازی بکنیم که میگیم معنی تعدادشان ضرب در قیمت شود تا توتال پرایسشان بیا به ما حساب شود و همین رو تا این قسمت میکشیم که کلشان جور شود. اینها را یک رنگ هم میتیم برش که بهتر شوه. خب این قسمت را شما انتخاب کرده، این قسمت توتال پرایس را انتخاب نمیکنین، فقط همین قسمت را انتخاب میکنین. بخش کرده همین قسمت را که آمدین انتخاب کردین و حال می در قسمت واتیف انالایزیز خود در این قسمت که آمدین میگه که چی میسازی؟ میگم که سناریو. قسمت سناریو منیجرش که میرین و حال میگین چی اد یک سناریو با ما اضافه کن. سناریو نیمش میگه که چی باشه. سناریو نیم به این صورت که ما آمده وسایل هایی رو که ما در اینجا گرفتیم، کیبورد هست، ماوس هست، اسکرین هست، ای بخش ها هست. خب همین بخش ها رو فکر کنین که ما از کدام کمپانی خریداری میکنیم، همین وسایل رو که ما قیمت کردیم از کدام کمپانی میخوایم خریداری بکنیم. میگیم که از کمپانی دل، میگیم ای باشه از کمپانی دل. میگیم از کمپانی دل میخوایم خریداری بکنیم. ببینیم بچه این قسمت را که ما میخوایم انتخاب بکنیم، قسمت سناریو، در اینجا قد بکنیم، میگیم که نامش را انتخاب میکنیم، مثلا میگیم که دل و در این قسمت هم سل های را که میخوایم انتخاب میکنیم. ولی ببینید در این قسمت از ما ایرور میگیره و این مشکلی است که با همین فایلی که ما و شما کار میکنیم، با همین تبلی که ما جور کرده داریم تبلی کار میکنیم، همین فایل خودش چی شده؟ سنگین شده و از ما چی میگیره؟ ایرور میگیره. باز میشه کدام وقت دهی تک مشکلات شما بخورین، نگه دهی تک مشکلات خوردین باز دیگه چاره ای نیست چیزی که ما باید داریم یک فایل دیگه ای رو جور بکنیم. خب میایم همین قسمت رو کامل کپی میگیریم از اینجا، میریم اکسل خدا یک فایل جدید میسازیم، تب جدید